امید حبیبی نیا از همکارم از ایران اینترنشنال با ماست. امید، درباره ممنوعیت خروج آقای رسولوف از ایران به ما بیشتر بگو. میدونم که بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های جهان، اگه بتونی گزارشی هم در این مورد به ما بدی ممنون میشم. حتما. روز چهارشنبه یعنی دیروز جشنواره کن اسامی داوران بخش نوعی نگاه که بعد از در واقع بخش اصلی جشنواره فیلم کن که معتبرترین جشنواره جهانی هست، در واقع بخش مورد توجه هست برای استعدادهای جوان و استعدادهای تازه را معرفی کرد. نام محمد رسولوف هم در میان کسانی بود که باید در این بخش داوری این بخش نوعی نگاه را بر عهده می گرفتند. مسئولان جشنواره کن بعد از اینکه آقای رسولوف در حدود چند هفته پیش، حدود اواخر بهمن ماه از زندان آزاد شد، اونم به دلیل اینکه بیمار شد و به بیمارستان اعزام شد و بعد در واقع گفتن که آزاد شده از زندان، امیدوار بودند که آقای رسولوف که دو بار جایزه نوعی نگاه را در جشنواره کن گرفته، به عنوان داور این بار بتونه در جشنواره فیلم کن حضور داشته باشه. البته آقای رسولوف یک بار هم جایزه منتقدان، جایزه فیپرشی را در جشنواره کن برای فیلم‌های قبلیش برده بود، ولی متاسفانه بعد از اعلام این موضوع متوجه شدیم که این اخباری که به دست ما رسید این بود که قوه قضاییه در حکمی جدید ممنوعیت از خروج آقای رسولوف را بار دیگه تمدید کرده و آقای رسولوف که از 6 سال پیش به این طرف در واقع ممنوع خروج بوده، همچنان ممنوع خروج هست و نمیتونه در این جشنواره شرکت بکنه. من باید یادآوری کنم که در سال 2021 هم که بعد از اینکه فیلم شیطان وجود ندارد برنده خرس طلایی جشنواره برلین شد، در سال 2021 هم آقای رسولوف به عنوان داور جشنواره فیلم برلین برگزیده شد که مسئولان امنیتی و حکومتی مانع از خروج ایشون شدن، علیرغم رایزنی هایی که خانه سینما و کانون کارگردان ها کردند با وزارت ارشاد و نهادهای دیگه، و در نهایت آقای رسولوف نتونست حضور در واقع عینی و فیزیکی در جشنواره فیلم برلین داشته باشه و بعضی از فیلم‌ها رو در واقع بقیه فیلم‌ها رو که فیلم‌های جشنواره فیلم برلین بود رو به صورت آنلاین دید و آنلاین داوری کرد. در مورد بازتاب‌ها هم بگم که از روز گذشته تا الان تقریبا همه رسانه‌های سینمایی از جمله هالیوود ریپورتر، ورایتی که دوتا از معتبرترین و قدیمی‌ترین نشریات یا رسانه‌های سینمایی تخصصی به زبان انگلیسی هستن، به طور گسترده این خبر رو پوشش دادن. رسانه‌های فرانسوی امروز صبح من دیدم که به صورت گسترده پوشش دادن. انتظار میره که جشنواره فیلم کن هم امروز بیانیه‌ای صادر کنه یا به هر حال در واقع اعلام موضوع بکنه و این خبر تازه در واقع داره در جهان منعکس میشه و انتظار این که بازتاب‌هایی رو داشته باشیم یا واکنش‌هایی رو از سوی نهادهای مختلف سینمایی چه در داخل چه در خارج از کشور داشته باشیم زیاد هست. و امید، خب آقای رسولوف تنها سینماگری نبوده که هدف در واقع به نوعی سرکوب قرار گرفته در ماهای اخیر. می‌بینیم که فشار بر سینماگران به خصوص سینماگران زن هم زیاد شده. اگه به ما بتونی بگی فکر می‌کنی که بر اساس مطالعاتی که کردی، تحقیقاتی که کردی، این فشار چه تأثیری بر سینمای ایران می‌گذاره و کوتاه توضیح بدی ممنون میشم. ببینید دو تا موضوع هست اینجا. یکی این روند تولید سینمای ایران که عملا متوقف شده، یعنی ما سینمای ایران اون بخشی که به حال خارج از حاکمیت هستن که بخش در واقع اقلیت هستن، اون بخش تقریبا متوقف شده. اکثر سینماگران تمایلی به یا اجازه فیلم سازی ندارند و همین اتفاقاتی رو که ما میبینیم در مورد احضار این 4 سینماگر زن، بازیگر زن، ما به دادسرا میبینیم، اتفاقات دیگه‌ای میبینیم که ممنوع خروج هستن. و اگه ما نگاه بکنیم به روند تولید و روند مخاطبان سینما از آغاز خیزش انقلابی تا الان، می‌بینیم که سینما ایران اگر که با بحران مخاطب مواجه بود قبل از این، عملاً دیگه مخاطبی نداره. یعنی برنامه‌های اکران نوروزی با 13 به طور متوسط 13 نفر در هر سانس دنبال شد. حالا قضیه در واقع اون فیلم فسیل که برمیگرده به قبل از انقلاب داستانش جداست، ولی عملاً سینمای ایران با این وضعیت در واقع دچار محدودیت‌های بسیاری شده و این سیاست چماق و هویج وزارت ارشاد هم نتونسته جواب بده. ما می‌دونیم اصغر فرادی میگه که من اگه برگردم به داخل کشور
ممنوع خروج هستن و دیگه نمیتونن فعالیت بکنن. از اون طرف ما ببینیم که خانه سینما عملا دیگه نمیتونه قدرت رایزنی داشته باشه و کانون کارگردان ها و انجمن های دیگه، انجمن منتقدان، انجمن فیلمنامه‌نویسان در واقع مانع از فعالیت های صنفی شون میشن. بنابراین آینده ای که در برابر سینمای ایران این هست که در واقع این جنگی که پنهان بود بین سینماگران و وزارت ارشاد و ارگان های امنیتی و دولتی و حکومتی آشکار شده و دیگه این جنگ را نمیشه پنهان کرد. متشکرم از شما امیده حبیبی‌نیا از ایران اینترنشنال.